اولین دلیل خرابی اطفال غفلت والدین در سلسله تربیت اوناست. به برنامه یک کلمه خوش آمدید، در جایی که ما فقط مفهوم یک کلمه از آیه های قرآن را بیان میکنیم. این وظیفه ماست تا پیام اسلام را به کسانی که خبر نیستند برسانیم. در عصر حاضر رسانه بهترین راه به خاطر رساندن پیام الله سبحانه و تعالی به جهانیان است. این پیشتر یک رقم دیگه که دیو چما میداد. من گفتم کام کو دیگه بس کو ختم کو دیگه. اینا میگی که از آن جمله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و سایر انبیای عظام علیهم الصلاة و السلام و همچنان ما داریم مجالس مبارک و با برکت، از آن جمله مجالس حلقات قرآن و ذکر قرآن و یاد گرفتن قرآن. بسم الله و الحمد لله و صلوات و سلام علی رسول الله. خداوند انسان را آفرید و ای را خلیفه روی زمین گردانید، برایش زوج خلق کرد و برایش توانایی تکاثر نسل داد و از نسل انسان خداوند پیامبرانی انتخاب کرد. بحث برنامه امروزی ما در خدمت شما عزیزان دل روی قطع کنه چه نشد قطع کنه شد. یک بار یک نفر برم گفت اگر میخوای مسلمان شوی پس بهترین تصمیم در زندگیت میگیری. بازی کلمات و جمله مرا از داخل متحول ساخت و کاری که تا بفهمم که اسلام چی داره که مسیحیت او را نداره. ام المؤمنین مادرمان رضی الله تعالی عنها میفرمایند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن قدری که در دهه اخیر رمضان تلاش میکردن در غیر آن نمیکردن. این روز چه برنامه شد؟ امروز سه برنامه شد. نه پنج برنامه خود تایید شد. و اسم الحسیب در سوره آمده که به قلب بنده اطمینان میبخشه، که در سوره محمد میگه یا ایها النبی حسبک الله. آنها میشنیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه میگوید، یعنی اگر حرفی جز این میگفتند سخنانتان راست میبود و تمام جنیات و انسانها حرفتان را تصدیق میکردند، چون همین حقیقت است. بریم. اشاره را به جدی کنی سنتیت نکنی. آماده؟ اکشن دار. اکشن. اسم النبی اللی دعا علینا ادعو فی الجنه یصلی بینا صلوا علیه الخیر یگینا اللهم صلی علی. عزیزا در این اواخر شما شاهد هستیم که در کشور عزیز ما افغانستان یک تعداد گروه ها ظهور کردن و آمدن به خاطر اینکه عقیده سالم و صحیح اهل سنت و مسلمان ها را تخریب کنن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیماری گرفت که باعث مرگ شد، او همیشه میخواست که نماز را همراهی یارانش بخواند، اما این کار برایشان سخت بود. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران و برادران استم. امیدواریم و خواهش ما از شما خواهران و برادران این است که ما را تنها نگذارید و با ما همکار باشید و شما میتوانید
کمکتان و همکاریتان را از طریق آدرس پیمان پردکشن انشاءالله با ما همکاری نمایید و ما میرسد. الله رب العزت میفرمایه که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. انسانای مؤمن آیا ما شما را خبر نتون به یک تجارت، به یک بیع و شرا، به یک داد و ستوده که شما را از آتش جهنم نجات بده؟ و تجارت عبارت از چیست؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. پیمان پرودکشن که از مدت به حضیات در رابطه با این سعی و تلاش و کوشش میکنه که تا از طریق تکنولوژی معاصری که امروز با شما داریم و ایده در خدمت دین قرار بده و واقعا استفاده درست هست که صورت میگیره. تکنولوژی معاصر که در حقیقت عبارت از صفحات اجتماعی هست که امروز با شما شاهده از او هستیم، شک نیست که هر کس به هر قسم را مورد استفاده قرار میده، ولیکن اگر ما ای را در رابطه با جهاد در راه الله جل جلاله مورد استفاده قرار بدیم، متوجه باشین که در سراسر جهان ما میتونیم که دین مقدس اسلام با صورت پاکیزه و با صورت سوچش برای مردم تقدیم بکنیم. پس پیمان پرودکشن که از وقت زمان بی حضیات همه ما شما شاهدش هستیم که برنامه های مختلف در رابطه با احکام دین و در رابطه با امورات دینی از خلال اساتید محترمی که در اینجا میآیند پخش میکنند، شک نیست که فعالیت خود با وجود از اینکه امکانات بسیار کم به دست دارند این کارها را انجام دادند. پس به این اساس شک نیست که پیمان پروداکشن کدام ممول یا تمویل کننده هم نداره که اونا را بتونند این راسته همکاری بکنند. پس به اساس ما تقاضا میکنم که انشاءالله تعالی به این کار خیر و به این جهاد در راه الله جل جلاله سهیم شوین و با این جهاد و با این داد و ستودی که با الله رب العزت میکنین در رابطه با پیشبرد دین الله رب العزت با مالتان و انشاءالله تعالی شما با صدقه جاریه از این انشاءالله تعالی شریک میباشین و هر کمک را که در رابطه با این پرودکشن کرده میتونین که تا بتانه که از این مشکلات مالی که اینا گرفتار هستن و خدای نکده تو نشه که مشکلات مالی بالاخره منجر به این شوه که نمی یکی از پایه های جهاد در راه الله که در حقیقت به خاطر نشر و پخش دین الله رب العزت صورت میگیره سقوط بکنه و همه ما شما در رابطه با این مورد مؤاخذه قرار بگیریم. پس قبل از اینکه هیچ یک چیز صورت بگیره، پس چه خوب است که هر یکی ما شما با تمام توانمندی که داریم بتونیم که با این پروداکشن همکاری بکنیم، چی از مال صدقات ما باشه، چی خیرات باشه و حتی اموال زکاتی که اگر ما شما داشته باشیم میتونیم که در راه نشر و پخش دین الله رب العزت را مورد استفاده قرار بدیم و به یقین داشته باشیم بینندگان محترم که یکی از وسایل صدقه جاریه در حقیقت خرج کردن مال بین می قسم پروداکشن ها می باشه، گناه کار دین و کار احکام اسلام می کنن. شکر کن کاری دشواری تو آرزوی هر یک بیکارچه است، فرزندی شوخ گبناگوش کنی تو آرزوی هر یک بیفرزند است، کلبه خردکک خانه میده تو آرزوی هر یک بیخانه است، کمکک پولی که داری آرزوی هر یک قرضداری است، سلامتی که تو داری پروایش نداری، پروای سلامتی نداریم، آرزوی هر یک بیمار است، در لب تبسم داریم آرزوی هر یک معمادار و مصیبت زده ها هست، آنی که خداوند گناهت را پنهان میکند چند قدر گناه ها میکنیم از چشم دیگران پنهان میکند، آرزوی هر یک شرمنده شده ها هست، دلت بخواتیر شب میخوابی، خواهی شب و نیست پیشب بیرون میبروی، آرام شکری تینجی به حضور خوراک میخوری در خانه، آرزوی هر نفری که در کشورشان جنگ است، پس اگر نعمتها را حساب کنیم آخر ندارد، شکر کن زیاد میشود، شکر که نکردی از کفت بیرون میشود.